حادثه گفتم کوتاه نیامد. بنای حرکت ندارند. رو تمام آشنا میکنید. اینجا که جای اتراق نیست. به حرف من که نیست قربان قدر. دستور بانو نایله بر ماندن است. اینطور با ناز بلده میرنگ شام نمیبینیم. کاروان تجاری نیست که همون عروس میبری این بار. و آب رویت بر زمین نریختم رهایم کن. به نوعروست اگر غیرت نداشتی دخترمویت که بودم. چاره نداشتم نایل. منتظرن باید برویم. جای خوبی را برای ماندن انتخاب نکرده جناب راگل. زمان مناسبی هم نیست. به شب میخوریم. هستگی در کنیم راه میافتیم. من روی شرح بیناموستیت را ندارم و الا همینان همین غلامانت بی ازن اراده تو به کوپه برم میگرداندم. دل رضا کن برویم. یا برمیگردیم یا انقدر میمانیم تا کاروان پدرم برسد. میان این همه نامحرم روبند بر ندار. جا هیچ کس به قدر تو نامحرم نیست. کاروان از زمین بلند کنید. راه میافتیم. یالا پناه بگیرید بانو. جناب راقه لا حول ولا قوة إلا بالله.
لباس دخترم را میبینی؟ چطور است؟ الله خیر و حافظه و هو ارحم الراحمین. چشم حسود کن، کیست که باور کند دختر عروس کرده ای؟ تو خود تازه عروسی هنوز. زنان شامی از تماشای مادر عروس دستشان ببرند یا خود عروس؟ کاش به جای این حرفا میگذاشتی با کاروانش بروم. کمی صبر کنی میرویم. تو که دل جدایی از دخترت را نداشتی چطور گذاشتی به خانه شوهر برود؟ فاصله من با خانه شوهرش یک دیوار بود و الان هفت منزل. کوفه کجا و شام کجا؟ اصلا واجب بود که یزید محرمشان کند به هم؟ افتخار کمی است خطبه عقد دخترمان را امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بخواند؟ اگر واقعا یزید امیرت بود، یک بار محض تبریک خلافت و صله رحم دعوت سفرهش را قبول میکردی؟ این روزها بردن و نبردن نام یزید هزینه دارد. کاش سیاست را میگذاشتی برای مردان رو، خود به فکر شادی و زیور بودی. امان از تو. ماجد، جناب اوهد، بانو نائله. گیرم به هوش آمده دلیل نگه داشتن کاروان را گفت. به چه کار تو می آید چوپان مال باخته؟ ما بنای توقف نداشتیم، به اصرار ایشان نشستیم که این بلا گردنمان گرفت. بهانه تراشی عادت طایفه شماست. جای این سینه ستبر قهرمانانه شرمندگی و سربزیری بهتر نیست؟ شرم و سربزیری سزای من نیست. من از میان دندان گرگان بر ری زخم بر نداشته بیرون کشیدم. من یک کاروان به تو سپردم و تو با یک نفر برگشتی. یک نفر نبود، دخترتان بود. پسر برادرم چه؟ قدرت برگرداندن جسد او را نداشتی؟ حیف از آن همه پول گزاف که در شکم این علویان ریختیم. تا بوده شرتان دامن گرفته. چرا باب اعتماد به رویتان نمیبندیم نمیدانم. اول بار نبود کاروانتان دزد و راهزن به خود میدید. ما هر بار سربلند بودیم، اما اینان میلشان به سیم و زر نبود. اگر میلشان به سیم و زر نبود چرا حمله کردن؟ طمع جان داشتند. پشیزی هم از کاروان کم نشد الا تمام مردان من که بی سر شدند. از اول روز گفته بودم تکیه بر اینان خطاست. نگفته بودم؟ حسن از کجا معلوم کار خودتان نباشد؟ حق با توست، من دزد و قاتلم. قاتلی احمق که طمع به کاروان بیمال و تجاری بسته و به جای رها کردن و گریختن یگان خواهرت را بازپس آورد. تکلیفت را مشخص کن لال. میان سپیدی روز کاروانم را به خاک و خون کشیدن. حتی نمیدانی کاری که بود.
دشمن کم ندارد این خاندان. حدس و گمانت بگو. آنچه من به چشم دیدم انتقام بود. یاوه میگوید. نعیم. بله. اجساد را برگردان. با عزت و احترام و شکوه. فلحال به خانه برگرد و به خانه ماند نیست. سر دست بزاست کماف حسابه امری نیست؟ همین بار آخر 10 کیسه نخ و پنبه بودیم بار همین چه کنم که هر بار ترسمان بیشتر و بارمان کمتر همین هم با 1000 زور و زحمت و توکل آوردیم بیشرف ها پیش از این فقط در میان گردنه قوقا میکردن این بار که میامدیم شنیدیم که چند منزل پیش از شام به کاروان راغب ابن اوسط زدن که شنیدی؟ پیکی بود میان کاروانسرا گفت خود به چشم خیش دیده که کوچک و بزرگ کاروانش گردن زدند و در بیابان ریختند مطمئنی؟ آنچه شنیدم و میدانستم گفتم چند و چونه ماجرا نمیدانم اما کاروانشون محافظ و کماندار بنامی داشته بد احتی و قصاوت خدا جان را حفظ کنه اصلا چه کسی بر این خبر صحه گذاشته که همه در فکر دعوتی تو نامه خبر موسختر از آن که از دهان جناب حبیب براید بیعت نکردن امروز امام با ولد معاویه همان راه برادر است که برادر دیگر پیش گرفته سیاست های امام را که نمی شود با حدس و گمان فهمید از کجا معلوم؟ شاید برگشت رو بیعت کرد نیمه شب بی خبر کوچک و بزرگ خاندانش به دست ترک مدینه کرده این چیز جز آن که سندی باشد بر بیعت نکردن امام روشن از ترک شهر کردن تا مگر به زور و دست بسته بیعت دیگری نگیرن از ولی خدا چون این اگر باشد که بیم جانشان می رود صرافتم برای دعوت امام به کوفه از همین باب است اینجا سراسر شیعه علی است هزاران خانه دارد امام اینجا و هر هزار امن و امان معذرت به خدا قسم مردم که این خاک و مردمانش تا رنگ اولاد پیامبر به خودش نبیند عاقبت به خیر نمی شود دل یکی کنیم نام خدا بریم بسم الله بسم الله به حضرت بی وقت آمدم شنیدم یعنی
این خبر بین مردم چرخیده که پشیمان شدم. بگو حرفت رو بزن. بمان، بگو چه شده. خبر آمده کاروان عروس سراغ قصد شام کرده بود به شبیخونی گرفتار شده و کوچک و بزرگشان همه، یعنی همه ایشان تلف شدن. هلال، هلال هم در کاروان بود. سر از شیر بیشه از سامیه، اما حتی اگر خبر دامادت هم درست باشد خدا را شکر کن که بیش از این عمر نکرد تا خدمت عثمانیان کند. توف سر بالا بود راهی که اون میرفت. خدا رحم الرحیم است، میبخشد. فاتحه از صلوات سامیه جان. نترس، پدرش کم به اسلام خدمت نکرده، دستش میگیره. باقی حرف بماند برای بعد، فعلا عزای سنگینی بر این خانه سایه افکنده. برویم. بنشینید. نوشتن دعوتنامه برای امام از هر امری اولاست. اصل خبر خانه اوهد است. باست، برو از هلالم خبر بگیر. چشم. دست پر برگرد. گفتنی ها گفته شد، اینک شمایید و وجدانتان. نور چشم علی باشد و تن به پیمانه با امویان بدهید. نباید اول خیال خانمان از سلامتیت راحت میکردی؟ به خدا که دمارمان در آمد. نمیدانستم پیش از بازگشت خبر مرگم کل شهر را پر کرده. حالا کار چه کسانی بود؟ حوصله حرف ندارم. باشد برای بعد. سلام دایی جان. کجا بودی دایی جان؟ حسابی نگرانت کردم. ببخشید که نگرانت کردم جوجه. دستت چی شده؟ این خونه هست؟ چیزی نیست، نگران نباش. سلام مادر. پس چه شد این تنور؟ جان خواهر. آخ کجا بودی تو؟ کجا بودی تو؟ پدر مواظبت نبود، ها مراقبت نبود. درد که نمی کشی، درد که نمی کشی ای عزیز جانم. نگفت که تو یادگار برادری، نگفت که خودش امانت خودست برای مادر. این امانت از مرگ برگشته است، صحیح و سالم خدمت شما. خلق منتظرند و کاسبی هم بر زمین مانده. با اجازه. خیر ببینی، به سلامت بابا جان. خدا نگهدار. بمیری که اگر چشم نوزادم کج و کور شود به پای توست. نخند، به خدا راست میگویم، نیمه جانم کردی.
سفر شام و عروسی رفته بودی، خبر درد و داغت برگشت. جان شیر هزار بار مرد و زنده شد، دلخوریش خیلی هم بیراه نیست. چون خبر کاروان پیچید از در و دیوار تنه شد. دوباره برای چه؟ من نمیدانم، فقط منم از علویان که کاروارم به عثمانیان افتاده. دوباره بحثش به میان نکش. خدا را شکر که سالمی و برگشتی. این همه قصه خوردم برای هیچ. کتف و کول به در کردی، فدای سرم. خواهشی کنم گوش میکنی؟ چرا؟ بلای غریبی از سرت گذشت، احسان کن. چشم. قیافت چرا اینطور میکنی؟ زخم عمیقی که نیست. هرچه باشد حالم به رنجوری اسبم نیست، خدا رو شکر. دهان زخم بسته میشود، اما دهان تو نه. گمانم کتفت از چله به در کردی جناب کماندار، که مداوایش کار من نیست. چه خبر است؟ مگر نمیبینی طفل خواب است؟ خسته است، سور اسرافیل هم بیدارش نمی کند. همچون قاطر جوانی برایت کار خواهد کرد. برو برو سکه. آری بگذارید بگذارید ببینم دیگر چه دارم. این که نه، این نیز هم که نه. کجاست اون لعبت؟ آری بستامید بستامید، برای تو لعبتی آمدم. نانش کم بود ولی برکت که داشت. اگر میماندی کنار چوپانم کمانداری و حفاظت گلده را میکردی، اینقدر بلا و خسارت نمیدیدم. شرمندم، رخت و خرجم یکی نبود. هست رقیم را هم که بگردید، لعبتی چون او پیدا نخواهید کرد. من 200 دینار پیشنهاد میکنم. ای پسره که هم اسفاز بر روی میخواهم لذیذ پروار و در خور احسان. بهترین اش رو برایت انتخاب میکنم. عجب بانوی زیبایی، برایم بچر خانم. برایشم بچر بچر برایشم بچر بچر برده که حجاب ندارد، سربندش را بکن. حال وقت رو نمایی از نوبت است. نگاهش کنید، نگاهش کنید که چگونه میدرد. ببینیدش، آره تماشایش کنید، ببینیدش، ببینیدش که چگونه میدرد. رو برای من میخرمش. مبارکت باشد عزیزم. سید خوبی کردی، معلوم است که دور شناسی. مسلمانی؟ نه. خانم خانمانی داری؟ از کدام دیاری؟ اهل فدان. با کاروانی همراهیت میکنم، نترس. الان این خوب نیست؟ بهترین نشان است. سرت سلامت، جایش برده آزاد کردم. قبول باشد پسر حنیف. خداوند شهدای اسلام خصوصا برادر و پدرت را رحمت کند. آنچه کردی صدقه بود یا رد مظلمه؟ باشد. مجبور نیستی پادویی کسی را بکنی که برای طیب و طاهر کردن مالت برده ای را بخری و آزاد کنی. این بریز و به پاشا به ما نیامده. شیخ تو خودت با عثمانیان کار نمی کنی ها؟ تا به حال هیچ به این حکومت نفروخته ها؟
رتبت را خورده ای، حال نوبه به دیگران که رسید مالشان مشکل دار شد. دعوای میان این دو به تو چه که صدا به گلو میاندازی؟ دلم چه کنم که دلم طاقت شنیدن حرف مفت و بیرفت ندارد. حرف مفت و بیرفت را تو میزنی؟ اول دهانت را از نجسی پاک کن، بعد یقهت را پاره کن. خوب کسی تو را خرید. از که حسابرسی آخرت به دست شما افتاده. مال من پاک و ناپاکش در سفره کسی نیست جز خودم. و سلام. چشمت باز کن، هم نشینی با این جماعت کوری می آورد. یادت نرود از میان آن همه خرد و کلان کاروان راغب، خداوند تنها به تو لطف داشت و تو را نجات داد. خداوند هوای شیعیان علی را جور دیگری دارد. دختر عثمانی مسلک اوحد هم جان سالم بدر بود. البته از شما بعید نیست که جان سالم هر دوی من را به دعای نیمه شب خود نسبت دهید. صد حیف که خبرچینت نیمی از ماجرا را نمی‌دانست. بیام بیا. برو. مبارکت باشد ابن حنیف. شب خوبی داشته باشی. نوبتی دیگر. پس آزادم خواهی کرد؟ من چه گفتم میکنم؟ رایی فدانم میکنی؟ آره. یبنه هنی پروبالت را چه کرده ای مادر؟ سلام مادر. سلام مادر. صد بار گفتمت نگذار نقل تیر انداختنت را مردم بشنوند، و اگر شنیدند نگذار به چشم ببینند. چشم شور تحفه دنیاست. بیا بیا اینجا ببین برایت چه آوردم. فیروزه؟ خودت آوردی؟ خودم که پای رفتن ندارم، اما چشمانی دارم که اصل از بدل را خوب میشناسد. ببینش، فیروزه نیشابور است. دفع زخم چشم میکنم. مفت. سه سکه. میبرم. اما کار هلال با فیروزه راه نمیاد. برایم دعا میکنی؟ کدام جوان را دیده ای که محتاج عجوزی؟ ای کاش دروغ باشد. ای خود جوان بچه ها را چه بدم؟ یبنه حنیف، این دو جفتن، یکی را ببری شگون ندارد، هر دو را بردار. برایم دعا کن. در امان خدا. بیا همینجا بمان. ای وای مردم، جنازه های عزیزان ما رسید. جنازه را که با بردار کجایی آمین؟ احترام جنازه را نگه دار. با این شیوه یزهایی که از تو دیدم میلم به مرگ از همیشه کمتر شد. چه میدانی که بر من چه گذشت؟ بیچاره لایلا،
بیچاره ناله که نمیداند از مرگ دامادش غمین باشد یا خوشحال. این مرد، این شیاد بی غیرت، این عموزاده امین داشت خاکی بر سر ما میریخت که هنوز از آن بی خبر. بیرون بیرون. از چه حرف میزنی جان دلم؟ وقتی دهان باز کرد که دیر شده بود، کاروان را افتاده بود و از تمند جایی نبود. گفت بنا نیست عروس او باشم. میبردم دربار تا پیش کشم کند به یزید ابن معاویه. گفتم به من دم آب رویش نریزم که کاخ خانه پدری نیست و نازم خریدار نداره. جنون به جانت انداخته این بلا. عقل از سرت رفته دخترم، ببرش بخوابد. عقل از سرم آنجا پرید که پا برهن او تنها میان بیابان اسیر بیغیرتی مردم شدم. این چه میگوید اوهد؟ گمان کردم شوخیش گرفته. خندید و گفت عروس امیرالمؤمنین یزید شدی دخترم. آنجا بود که خاک بر سرم شد. محال است، محال است پدر. پسر عموی ما و خبت و خطایی چنین ممکن نیست. وای بکردم، چه بد اقبالی بزرگی به دامانت افتاد. بلا به دور باشد از این آشیان. دریوشی و مر این بیغیرت ناموز فروش، بس کنید. داد نزن، داد نزن نائله، داد نزن. دهان بشوی از این تهمت و افترایی که بر مردگان میزنی. باورم نکردی نه؟ پدر نگاهم کن، باورم نکردی؟ خودم بزرگش کردم همچون نعیم از بر قنده، بی‌ناموسی و سرپیچی از فرمان من. نه، گناه بزرگی به او میبندید. الباقی حرف بماند بعد از مراسم. مراسم؟ از کی بر پیکر بی غیرتان و ناموس فروشان تشییع و خطابه میکنند؟ وای خدای من، شلال میگذاشت بمیرم و این خفت نبینم. به سنگ سنگی که به قسم اگر اجل باب این بی غیرتی نبسته بود، کنون به اجله یزید بودم و شما از من بی خبر. ختم قائل بی مراسم شدنی نیست. کاش نیم آن کمان داره علوی غیرت داشتی. حرف دهانت بفهم دختر پاپتی. همه منتظرن و سوگوار، بیش از این معطل کردنشان در شأن رفتگان نیست. یک کوفه صدای بی آبرویی‌ام را شنید. اشکت با کن، اجالتاً بحث و شیون را تمام کن. مجال خدا حافظی با عزیز برادرم راقب کم بود. نیت کردم تا صبح فردا بر سر جنازه‌اش نماز بخونم، پس کفن و دفن بماند برای بعد. آرام گریه کنید، آهسته بر سر زنید که نو عروسش را توان شنیدن صدای شما نیست. آی خدا، در به خانه را ببندید، کسی به شمارشان اضافه نشوند، جز اهل خانه کسی نباشد. امروز شیون تمام کنید. اهل این خانه خود عزادار است. به خانه هایتان بروید. جوان
جانم بانو. یبنه غنی بمانید، بانو نایله با شما کار دارم. نمیپوشمش مادر، من عزادار این مرد نیستم. یا الله، سلام. خوش آمده یبن حنیف، از مهارتت در کمانداری بسیار و پرتکرار شنیدم. غریب آشنا نقلش میگفت و من تا عصر دیروز که خود به چشم از مایه که تازیت را دیدم باورم نبود. خواستم بیایید تا با زبان خود از آن اعجازی که کردین تشکر کنم. جز من هیچ کس نمیداند که گلستان آرامش امروز حاصل کدام جهنم است. بلای بزرگی بود بانو، تسلیت. به شکرانه نجات جانتان صدقه دادم. عمرت طولانی پسر. سلامت باشه. مقصر منم اگر امروز این غم بر قلبتان نشسته. شرمنده هم. این سنگ فیروزه دفع بلا میکند. همراهتان باشد بهتر است. خواهرم دست از امانت. اهلا و سهلا. اوه جان. جانم. این چه قصه ایست که به راه افتاده؟ صحتش پرسیدی؟ هرچه باشد نسبی بین ما و اومویان هست. نمیدانم، میترسم پیغامی داده ماجرایی علم کنم که هیچ صحت نداشته باشد. فعلا آرام و مسکوت بماند بهتر است. نمیپوشد، هرچه کردم رضا نداد. میان مراسم که آمدنی نیست. اگر اجازه دهی رخت عزا هم نپوشد. با پدر صحبت خصوصی دارم. شما به من. ما می رویم. حرف نمیزنی بروم. دهمین فاتحه هم خواندم و هنوز لالی. من از قصد عموزاده بی غیرتم خبر داشتم. میدانستم مقصد هجده یزید هست نه راغب. هرچی گفت راست گفته نه.